ملت مسلمان افغانستان تبریک میگم. امید است که تمام آجیای ما با عافیت و عزت تمام این وجیبه دینی ما را ادا کنند و به خیر و عافیت به مملکت بگردیم. اما امروز روزی است که صدها خانواده افغان هنوز هم در بستر غم نشست. به هر یک از این هموطنهای میثار همدردی عمیق ملت افغانستان میرسانم. غم از اینا غم کل افغانستان است، از قوای امنیتی و دفاعی ما که با شجاعت تمام و با فداکاری عظیم پاسبان هویت ملی، اقتدار ملی و استقلال ماستند. هم تشکر میکنیم و هم برشان تسلی میدیم. خداوند تمام شهدای ما را جنت های برین نصیب کنه و بر زخمی ها توجه عاجل میخواییم که صورت میگیره و انشالله تعالی همه صحتیاب خواهد شدن. امروز فراموش نکنین که در حالی که جای خوشی داریم و عید مخصوصا بر اطفال ماست، باید بر خانواده یتیما و شهدا هر خانواده دیگه توجه کنه. این توجه ضرورت و وظیفه هر فرد از این وطن است. از علمای کرام ما خواستن خواستار هستیم که از شهدای قوای امنیتی و دفاعی ما یادآوری کنن و برشان رسیدگی کنن. همچنین شهدای ملکی ما در قلب ما جای دارن و تمام کوشش‌های ما صورت میگیره که از این جلوگیری شود. اما کسایی که ترور وسیله از این میدانن که از افغانا و از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان خط اطاعت ببینن، صد بار دوباره فکر کنند. این ملت ملت تسلیم شدن به زور نیست. در طول هزارها سال ما هویت ملی خود را نشان دادیم. صلح ده هر افغان گوخته نده او صلح را دون کده دیکی کم شک او شبد نیی چه صلح را دون کده مرکوم رقم صلح حق صلح چه پاقی که ده هر افغان عزت دوی اگر رقم صلح نگوالو چه منز که خلق بی وطن هستی. بخوام ماجرت ویلی زکه او مقدس جهاد و اوس یواز بی جایی ده بی وطنی ده در بدری ده. ده افغانستان ملت ده در بدری او بی وطنی اجازه نورکی. موگ ند مغزو فرار غوالو ند پانگ. افغانانو نن یو عظیم بشری پانگ دلتا اجاده کرده او مخصوص این کچنی غواری چه 50 کال و 100 کال دی پاره او گوری نه 15 ورځ دی پاره. ده اغه دوران تیر سوه چه ده افغان جنکی پا کیبل او هلسی دا ملت دا عظیم ملت دیت اجازه نورکی. ده اغه وقت تیر سوه چه موگ بچیان مکتب دلار نیسی دی که باید شک و شبه نیی پانگ ده افغانانو ده افغانستان ده جولاولو ده پاره بکاریگی نه دا چه پانگ پا تخت مجبور سی. او بل سلها وره میویلی بیا ویم پا سولی که باید ده هر افغان مساوات بل افغان سر تامین سی. ایموگ زبه ایموگ قومونه ایموگ ویار طول ده طول افغانستان دی لیدلیم دی چه دی کلو که دوم را طول زب تا توجه سوی چه حدودود نلری او مو خپل ملی زب و ویارو قربان بایرم قنلوخ بولید او طول تا مبارکی وی دا مهیر وی سول با ملی نه سمتی نه ازبی نه قومی. سوله ده هر افغان ده او مخصوصا ده طول و نسلو ده افغانستان ده مهیره وی چه سوله بهیر موگ ممکن که شپگ مرحلونه تیر سو
وقتی تزه اولس مشر سوم اتاسی طول پیاد بایی چه سولی هاشیه کوا چا دیده باور ندرلود تنن با افغانستان پا سولی بانده غگیگی. مرحله اول ما تشکیل حکومت وحدت ملی بود. ما از تجارب تلخ تاریخی درس گرفتیم که قدرت وسیله تقسیم نیست، قدرت با خون ریزی و مجادله نمیارزه، رای حل سیاسی. سرعت حرکت ما کم بود، او را تاریخ قضاوت خواد کرد. اما ایجاد ازی از جنجالای عظیم جلوگیری کرد. روزی که جوانا پیش ما آمدن و گفتن ما در کوچا میبرایم متظاهرات میکنیم، سوال ما یکی بود، اولین فیر که شوه آخری فیر جوابش کی میده؟ و ما گفتم شما در احساسات هستین، وقتی که اولین شهیدا بیاین مادران مرا مسئول میسازن و استاد و دیگه بزرگاره یا شما را. تدبیر ترجیح داده شد، ما نشان دادیم که رای حل سیاسی در افغانستان ممکن است. دوم، صلح با حزب اسلامی. 40 سال حزب اسلامی به حکومت های مختلف افغانستان صلح نکرد. نه یک متیار صاحب کاندید دی ولس مشری ده که خلق رای ورکی ضرورت، اما سیاسی لاره ده حل و سیاسی لاره ده حل بیا تثبیت اسوا. درم مذاکرات ما امرای رئیس جمهور ترامپ در نیویورک بود. یادتان است که پیش از او شدیدترین موقف داشت و هدف استراتژی جنوب به آسیا به صلح بدل شد. دای موگ اقداماتو چه دای راول جناب کرزی صاحب یا اول از پیش شرط درلود موگ شروط لمنزه وی بود، بین ملی طوله نشروط درلود مذاکرات به قید و شرط دادی، صلح به قید و شرط دار. بیا تکرار اون مذاکرات بی قید و شرط دی، صلح به قید و شرط دی. زکه داد افغانستان راتون کی ده او داد ما واک نده او یاد بلچا واک نده. ای ما واک ولس تاکله، زکه ولس واکی پده ده چه ولس بل دی کابل کنفرانسو چه مک شرط لرکل او مون ویلی چه لاس دی صلح در برانده که بل شای چه تاریخی و اوربندو دی کشنی اختر اوربندو چه پا غور است که ثابت است ولن چه افغانان ظرفیت دی سولی لری. زرها نفر طالبان نور افغانان سر میشته نسول. آیا جنگیالیو ویلی چه جنگ والو یا ویلی چه لجنگ نستری؟ که دوی لجنگ استری دی نو بل چوکی مجبوره. اما مولس دی افغانستان غیق ورکره، آیا یو طالب بیزت است؟ داده دی ولس استرتیا ستر عظمت کهی او دی حکومت اراده او بالاخره لوی جرگه دی افغانستان لوی جرگه آزاد لوی جرگه و جناب داود صاحب نور استاد دو طول نمن نکو ما واک درک تاسه برته ما ته هدایت راک حکومت تم تگلار او تاکلا او دی تگلار پاساس بندی موگ اقدامات کری او مخکزو. نو خبرم ساده کن سول راتون که ده حق سوله چه مطلق اکثریت افغانان غواری او پخپل خواهی غواری او پخپل مذاکرات غواری دی جمهوری دی اسلامی دی افغانستان چه منلسوی دولت به طول نلی کده او منلسوی قرار دادونه او علایق لدی او دی طالبان حرکت سر او انشالله تالا دا بسر ترسو. انتخابات اول عنانه اسلامی و ملی ماست، دوم ضرورت حیاتی ماست. بدون قانون اساسی ما چیستیم؟ یکی در افراد قضاوت کنین در کدام جای معاهدات صلح صورت نگرفت به شمول مکه معظمه، آیا عملی شد؟ قواعد بازی را در این مملکت ارتباطات هر زن و مرد، هر پیر و جوان، هر بخش حکومت و ملت قانون اساسی تعیین کرد. بدون از این قوانین ما در اینجا که استاد هستیم چی مسئولیت؟ شورای ملی ما قانون اساسی و اصول شکل
یک میز شکست در ظرف 50 روز، اما به مافکر رسیدیم. از خاطر که نه قوه قضاییه مداخله کرد نه قوه اجرایی. تو این اصول داخلی داره، نه حیثیت قانون داره، مسئله تان حل کنین، حل شد. اما پیش خون و کشمکش نمی بود. نقطه دیگر که وضاحت داشته باشه، آیا یک حکومت ضعیف صلح کرده میتونه؟ آیا یک حکومت که در آخری مرحله مدت قانونیش باشه تصامیم سخت گرفته میتونه؟ آیا به قاطعیت گفته میتونه که اینی اراده ملت است، اینی نیست؟ صلح قاطعیت واری، زکه صلاحیت واری. مگل ولس نه هر چوک چه انتخابه ای داده ولس حق ده، اما خپل راتون که ولس مشرته دا ولس واک ورکی چه ده افغانستان سخت تصامیم با قوت او عزت سر اونیسی او تر سر ایکی او پلی ایکی بیل دینه سنگه سوله تلارسو. ما تا دیر معظم شخصیتونه دیده مملکت ویلی ده امریکه ده خارجه وزیر پا مخی که انتخابات ده نسی ده ولس مشر ده 15 کال غواری پاتسی لس کال ده غواری پاتسی ما ایلی یوه دقیقه نه. ما مشروعیت ده سیاسی قشر نه نده، ما مشروعیت ده ولس ده افغانستان نده. او دل تا بیل قانونیت نه مشروعیت نسته، زکه ایموک تیر باید ده ثابته که چه موک پاسان پا نتیجه نسو رسید لش. او زکه انتخابات ضروری دی داد ملت اراده ده. ملت نن انتخابات تا تیار ده، موک طول ترتیبات نیولی دی. او اول وارد پاره او خپل 90 میلیون دلار هم ورکل. خلکو که خیال که او چه موک ده انتخابات ده خارجی پا صدقه که و نیکو بلواره طول پیسی خپل ورکو انشالله. یا دو نور بندر اتین کو طول پیسه ده انتخابات موزی ده طول جماعتونو. نو دلتا ضروره ده چه پوسو چه منتخب دولت پا کارده پا ده راتون کشپگو نیو که چه ولس واضح واک ورکی او ده واک با اساس منده مو مشکلات حل کن. اما آن داده چه ملت یو قوی دولت بود. ملت یک دولت کارا میخواه، یک دولت مسئول میخواه که با شهروند مسئول بتانه افغانستان آباد کنه و ای بدون انتخابات شده نمیتونه. نقطه دیگه خدمت هم باز اوقات توتامه که بیرونی ها ایره میخواهن، بیرونی ها دیگره میخواهن، خارجی فلانی خارجی در فلانه شد. آیت قرآنی رو باید برین. خداوند سرنوشت مردم را بدل نمیکنه که سرنوشت خدا بدل نکنه. آیا ای همون ملت نیست که در مقابل استعمار قرن 19 و استعمال قرن 20 استاد شد؟ اگر توتای از اونا می بود امروز بعد کشور به نام افغانستان وجود نمی داشت. افغانستان حدی کس به افغانا نیست. ما افغانستان به خون خود به قرنها به هزارها سال کمایی کردیم. هر افغان افتخار از این مملکت است. به هر دره که دیده تور نگانه ایست ما. او وطن دلال و خزان اوز ما اتا په هره دره که دیده تور نکان ایز ما تاس خلقه اوی چی موک وینه ای موک دی نکنو او دی اجداد و لبینه نکمه ده کما بلا وینه ای موک پرگو که بهیگی زکا فیصله دی موک ده ای موک په ملی مسائلو بانده یواز افغانان فیصله کی او دلتا باید واضحی چه طول افغانان شریک دی. سیاسی قشر در افغانستان باند زنارک اوم چه وحدت تراسی، اتفاق تراسی، یا والی تراسی. افغانستان در طول کرده. ام یک لحظه فکر کنید. خارج جمهوریت یک شخصیت عمده از این مملکت کدام عزت داره؟ در پیش دروازه کنسولگری استاد میشه. سیم خاردار نصب میشه. چوبه امسایا بر ما گرفته میشه که بند است. انتخاب بکن. در این کشور چی نداری؟ عزت، حیثیت، شرافت.
مقام احترام در بیرون چیست؟ به وطن بدون عزت، عزت جمعی ما در خاک مقدس است. از این جهت باید واضح باشه که اراده از خود ماست و پیش میره. از این جهت صدومین سالگرد استقلال افغانستان و به تمام ملت آزاده افغانستان تبریک میگم. ما جشن استقلال از خاطر کش شخصیت نگرفت. جشن استقلال محدود به امان الله خان نیست. جشن استقلال نماد هویت ملی چند هزار ساله افغانستان است. 100 سال جشن گرفتیم، انشالله و تعالی در آینده 3000 سال جشن بگیریم. در طول تاریخ افتخارات داشتیم، اما 100 سال از این خاطر که بناهای تاریخی ما را از بین برده بوده. یعنی فکر میکنین میلیون ها افغان میرفت پیش روی قصر دارلمان، چی میدیدن؟ کدام حس داشتن؟ در جبل سراج، در پغمان، در قندار، در هرات، در ننگرهار، در بدخشان حسشان چی بود؟ حس عقارت، حس از این که این کشور به طرف آبادی نمیره. دارالامان یک نمونه اراده، تعهد ملی و حب الوطن است. دارالامان نشان داد که کلمه غیر ممکن در قاموس ما باید وجود نداشته باشه. مثل که تیم کرکت، تیم فوتسال ما از هیچ برخواستن و قهرمانی ها کردن و به صورت فردی در تکواندو اینا برامدیم. ایجا اراده ملی وجود دارد که بسازیم. و نقطه کلیدی چیسته؟ نه پول خارجی در دارالامان آمده، نه مشاوریت خارجی در دارالامان آمده، نه این جنرال خارجی آمده. کلش در اینمی افغانستان است. و خوبترین چیزش چیست؟ نواسا و کواسای کسی که قصر ساختن باز می سازنش و واقعا با خون می سازنش، با خون دل می سازنش. اینا قهرمانای ماستن. اما تو که در بخش امنیتی و دفاعی ما قهرمانی داریم، امروز در بخش ساختن قهرمانی داریم. آب ما تنها آبروی ماست، آب ما در حال مار شدن است. افغانستان تو جولی دو کده زکه مسئله دی واضحی ما قصر نشین نیست. و دیدین نه کالایم تغییر میکن، اما قصر نشانه هویت ملی ما بود و باید هویت ملی ما را کسی را سوال نبره. یک خارجی یک دفعه آمده بود از کشورهای همسایه، ارگه که دید میگه شما تو تعمیر داری؟ و وقت نیمه خرابه بود، بیا ارگه حال را ببین. عرض مده چیز بدون درک گذشته متحد خود، بدون قربانیایی که در گذشته داریم که تمام اقوام افغانستان در شریک بودن و در افتخارات سهم داشتن، هر بار که یک بحران آمده سر افغانستان ملت افغانستان بوده که بحران نکشیده و به کلمت الله را گفته و وحدت ملی خود تمثیل کرده. در این دوران بازم وحدت ملی ما بکار است و حرکت بکار است. چی میخواییم؟ وحدت ملی، عزت ملی، اراده ملی، اقتدار ملی و ترقی ملی. افغانستان خدا اونجا لشنو هر چیز داد. اموک جنجالو سنپیدو چنگه یوکو دارالامان قصر تیویل 200 میلیون دلار پکی ضرورت دید. بیازه سراغلم ویلی دای لکت پیسو پیگه ما تیویل شپیت میلیون ها بکاردی. پول دارالامان مک به 9 میلیون دلار خلاص کرد. زکت بلا موتر خلق پوبل وطن بانده کار کهی امدا اختر پورزی که اتاسی ورون رو خونده کار کهی چه دستقلال ورز دی پاره آماده که افغانان چه وحدت طولری، چه اتفاق گولری، چه لارای معلومه ای. هیچ قوت پنالی که مخنسی
نو دی باندې پوسی ایمو گراتلون که باند نه تاینیگی که ایموک دی ملگرو پایتختو کی یا ایموک دی بدبینو یا ایموک دی گاوندهو دی افغانستان راتلون که دغل تا پا افغانستان که تاینیگی پا هر گرد دی افغانستان که دی هر افغان للا لمخینه زده لوی اختر طولو تا مبارکی وایم او دی طولو گردون غوارم پا انتخابات که انشالله و تالا دی ولس فیصله بکیگی موک سول تم رسیگو ترق سوکالی تم رسیگو اما لطولو نمهم داده چه خپل ملی وعده دوستاتو خپل اتفاق و اتحاد دوستاتو خپل امنیتی و دفاعی قوات او داریگو گوختنم داده چه طول ملکیان پده اختر پورس که خپل نظامی او امنیتی خواهن دورونو نه تقدیرو کی مبارکی ارتوائی ارتوائی کوروادانی ارتوائی ارتوائی چه تاس دی وینی پا قدر پیگو او دا وینم نهیره و در سرهیو در پسیو او لس در سره دا انشالله و تالا تاس با اساسی قانون ساتی دی دی وطن بلا خبرم ام دیر در تا ساده دا اما ایله دا چی مهمه دی افغانستان بیرق دی بیرق افغانستان سمبول ملی ماست ای سه رنگ که از روزای سیای ما از قربانیای عظیم ما و از آینده سبز ما امید میته سمبول وحدت ماست سمبول اتفاق ماست سمبول جمع شدن ماست ضرور است که بیرق ما همیشه به احتساس باشه و به عزت باشه عرف آخرم قصه یک سرباز ما در امروز است 20 سال قصه 19 سال پیش است یادم 20 سال در سرحد نیمروز بود پتلونش تکت تکت شده بود یک تنها کرتی نظامیش بود اما بیرق نگاه کرده کس از پیش سوال کرد بعد از پروسه بود حکومت مقرد چی میکنی او برادر؟ گفتی بیرق ملت به من سپرده بود مایره به احتساس میرم اینی روح ملی ماست اینی روح مردمی ماست با این روحیه افغانستان مشکلات خاطید کپرک خاطید اما هیچ وقت به عقب نمیریم به جلو میریم و آینده را برای انشالله تعالی دو نسل آینده برای ده ها نسل آینده افغانستان تامین میکنیم اختر مبیه مبارک یشستن افغانستان زنده باد افغانستان تل دیوی افغانستان